من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. به نام خلق محروم و ستمکش ایران، به دلیل اینکه نوعی حکومت نظامی مخفی در وطن ما جریان دارد، درست به همان دلیل نیز دادگاه های نظامی صلاحیت خود را خود به خود تایید می کنند. 29 بهمن ماه 1352 خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان توسط دشخیمان شاه به شهادت رسیدند. خسرو گل سرخی و کرامت الله دانشیان از روشنفکران انقلابی و آزادی بودند که در سالهای حاکمیت اختناق شاه سرفراز و تسلیم ناپذیر به دفاع از آرمانهای انقلابی مردم پرداختند و سرانجام نیز با عبور از میدان شکنجه و تیرباران با خون خود بر شکست ناپذیری خلق و پیشتازان جان بر کفش گواهی دادند. دفاعیات جانانه خسرو گل سرخی از هدف آزادی خواهانشان دادگاه را به صحنه افشاگری علیه رژیم شاه تبدیل کرد. به عنوان آخرین دفاع اختار شد که مطالبی در اونکه به نفع خودتون میدونید در مورد اتهام بفرمید. من به نفع خودم هیچی ندارم بگم، من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این آزادی وجود نداره که من حرف بزنم، میتونم بشینم و میشینم. گل سرخی که در زندان شدیداً تحت تأثیر اخلاق و روحیات انقلابی مجاهد خلق کاظم زلنبار قرار گرفته بود، در دادگاه گفت: زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جان بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه، قشون، حکومت، قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد. هرچند یزید گوشه از تاریخ را اشغال کرد، ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد، راه مولا حسین و پایداری او بود، نه حکومت یزید. آنچه را که خلقها تکرار چند دردم می کنند، راه مولا حسین است. سعی داریم که با آخرین دفاع خودم هم میرسم که مبارزه مسلمان رو تایید میکنم. رژیم شاه گل سرخی و دانشیان را که گناهی جز آزادگی و دفاع از حقوق و آزادی مردم ایران نداشتند، تیرباران نمود. ترانه بهاران خجسته باد، سروده کرامت الله دانشیان، احساسات پاک و آزادی خواهانه او را نشان می دهد. این ترانه در مبارزات ضد سلطنتی مردم ایران الهام بخش مردم برای دعوت به همبستگی و اتحاد علیه دیکتاتوری بود.